اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز که روز 24 ذی‌الحجه هجری قمری است و از بهترین ایام است، حوزه علمیه این رسالت رو باید به دوش میکشید. ما این سلسله واجبات رکنی ولایت و امامت داریم، این سلسله اجزای غیر رکنی. اجزای غیر رکنی ولایت اون اعیاد و جشنای فرون روز امام سلام الله علیه ازدواج کرده است، اینا جزء اجزای غیر رکنی ولایت است. یه سلسله اجزای رکنی ولایت است مثل قدیر. قدیر که با اون روز که حضرت ازدواج کرده یکسان نیست. مواهل هم از همین جریان است. وقتی مأمون عباسی از مرتبه مبارک امام رضا سوال میکنه به چه دلیل علی افضل است و خلیفه است، به چه دلیل علی امام بلافصل است، فرمود به آیه انفسنا، خدا فرمودی رو که علی جان پیغمبر است. پس پیغمبر نمرد در حقیقت، جان پیغمبر با جای او بنشیند. چرا بیگانه بیاد جای او بشینه؟ اون که جای جان پیغمبر است باید به جای او بنشیند، نه بیگانه. فرمود به آیه انفسنا. مأمون در اثر آشنایی با علمای اهل سنت و فقها ها و متکلمان اونها فوراً گفت لولا نساؤنا، یعنی این انفسنا در قبال نساؤناست. انفسی که در مقابل نساؤناست یعنی رجالنا. رجال که فضیلت نیست، این مردان ما، ما مردان ما میاریم، شما مردانتونه بیارید، این چه فضیلتی است؟ محمود فوراً گفت لولا نساءنا، اگر کلمه نساءنا در این آیه نبود این انفسنا می توانست دلیل باشد، اما چون نساءنا هست، انفس در قبال نساس یعنی رجالنا، یعنی ما مردامون بریم شما مرداتون بیارید. خب علی ابن ابی طالب یکی از رجال بود، یکی فضیلت نیست. فوراً وجود مبارک امام رضا فرمود لولا ابناءنا، اگر کلمه ابنا نبود فقط با همین دو جمله رو می‌داشتیم، نساءنا و انفسنا، این تقابل نشون می‌داد که انفس بنی رجاله، اما ابناءنا رو ذات اقدس فرمود. ما پسران ما رو بیاریم، چه کوچک چه بزرگ، اینجا که زیرنویسی نشده پسران ما نابالغ باشن، که شما پسران رو بیارید چه کوچک چه بزرگ. اگر انفس به معنی رجال بود، خب چرا ابناءنا رو دوباره ذکر میکرد؟ پس انفسنا به معنای رجالنا نیست. ابنا معنی خودشی داره، نسا معنی خودشی داره، انفس معنی خودشی داره. اینه که او ساکت شد و مجاب شد و دیگه حرفی برای گفتن نداشت. خب این که عرض میکنم جز واجبات رکنیست و حوزه باید پای نامی نویسه بحث بکنه، بحث و کلامی داشته باشه، غفلت ما و خواب ما در همین زیر گوش ما مسئله انفسنا را منکر شده. این قاضی عبدالجبار همدانی اسدآبادی مال ایران بود دیگر، آمده اصل جریان مباهله را منکر شده، گفت بعضی از شیوخ ما فرمودن که علی ابن ابی طالب تو اون صحنه نبود، در حالی که شما میدید هم مفسران هم محدثان هم مورخان هر سه گروه اجماع دارن علی حاضر بود. و زیر گوش ما یه ایرانی میگد علی در اون صحنه نبود. این فکر دوام داشت دوام داشت دوام داشت تا قلم به دست صاحب المنار رسید، این همون رو فتوکپی کرده در تفسیر المنار آورده. اگر حوزه به وظیفش قیام نکند همین خطر زیر گوش او هست. چرا برای سید مرتضی با این همه حرمت قائلی؟ و اگر خروجی نجف را بگیرند تمام حوزه های علمیه سراسر جهان میخوابد. ببینید یک مرد چقدر توانست کاری بکند. اگر خروجی نجف نباشد الیوم تمام حوزه های علمی شیعه میخوابد، زیرا کتب عربه را در حوزه علمی نجف نوشتند، شرایع را محققان نوشتند، ارشادها را علامه اونجا نوشتند، تا رسید
حرفای شهید اول و حرفای شهید دوم که خروجی اونها بودن تا رسید به صاحب جواهر که سلطان فقه هست نوشته، مکاسب رو اونها نوشتن، رسائل رو اونها نوشتن، کفایه رو اونها نوشتن. اگر شما این خروجی نجف را بردارید هیچ حوزه ای از حوزه های شیعه در روی زمین نمیمونه. این برای فداکاری یک مرد مدیر است به نام سید مرتضی. اینها به قداست از امیره و برکت از امیره. اون که مالا ربیفیه، ولی خب مدینه شش حجت بالغه الهی مخصوصا پیغمبر آرمیده است که همچه برکتی نداشت. اینا رو نمیشه به قداست از امیر آورد. اینا نورن، بهره را ما باید ببریم. وقتی حوزه علمیه نجف را به سید مرتضی میسپارن، او مدیر و مدبر لایق است، خروجی دارد. وقتی حوزه علمیه مدینه را به ابی بن کعب میسپارن، خروجی ندارد. حوزه علمیه سرزمین وحی را به ابن عباس میسپارن، خروجی ندارد. تا کی حوزه علمیه را اداره کند؟ خدا غریق رحمت کنه مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه. ایشون یه کتابی نوشته به نام الفوائد الرجالیه، این چهار جلده. این رجالش نظیر رجال نجاشی و اینها نیست، این تقریبا شرح حال علما و حوزه های علمی و برخورد هاست. ایشون میگوید وقتی سید مرتضی حوزه علمیه نجف را بازسازی راه اندازی کرد، دید این طلبه هایی که درس او میان یکسان نیستن، بعضی سوال خوب میکنن، اشکال خوب میکنن، خوب میفهمن، خوب تقریر میکنن، دیگری متوسطن. برخی ها حیف است از حوزه بیرون برن. سید مرتضی دید که این طلبه خیلی خوشفهم و خوش استعداد، خوش اشکاله. این رو ماهی 12 دینار شهریه داد که فقط به فقط درس و تحقیق و تألیف. بعد شده شیخ طوسی، دو کتاب از کتاب عربه هم این نوشت. این مدیریت سید مرتضی است. کی خوش استعداده؟ کی به درد حوزه میخوره؟ کی ضعیف حوزه است؟ کی مرجع آینده است؟ کی میتونه اصل رکن دین رو حفظ بکنه؟ این نباید از حوزه بیرون بره. این سید مرتضی به فهم میخواد. شده حوزه علمی نجف. تا الیوم هم برکات فراوانی داشت. این رو مدیریت بود. خود بحرالعلوم هم آمده با مدیریت خوب حوزه نجف اداره کرده. وگرنه نوشتن کتب عربه هم کار آسانی است. یه پرانتز باز کنم، یه اصل کلی معلوم بشه. یه بیان نورانی هست امیر دارد، همش نوره، همش نوره. تو آخرای نهج البلاغه است. فرمود حواستون جمع باشه. ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. ممکنه کسی تو حوزه باشه، نانی داشته باشه، نامی داشته باشه، عظما باشه. یه کسی سفیر هدایت باشه، تره هجرت باشه، رفته باشه یه روستا، چهار تا جوان را، چهار تا عادی را داره هدایت بکنه، او در قیامت سواره بیاد این پیاده، حساب قیامت جداست. اخلاص و طهارت. ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. این اصل کلیست برای همه ما که حواسمون جمع باشه. حالا اگه چهار نفر ما گفتن عظما یا اعظم، خیال نکنیم از اون تفیر سفیر هدایت و تره هجرتی گرفته فرون روستا بالاترین، آخر معلوم میشه دیگه. بسا سواره که اونجا پیاده خواهد شد، بسا پیاده که اونجا سواره می آید، بسا اسیر که اونجا امیر خواهد شد، بسا امیر که اونجا اسیر می آید. حساب قیامت جداست. این کل این پرانتز بسته. این حرفا مرمال قیامت نیست. این بین ما و بین خدای باست که چقدر برای او کار کردیم، چقدر خودمون را دیدیم. اما ما یه وظیفه‌ای داریم، یه نعمتی خدا به ما داد. این نعمت ما در چه را صرف بکنیم؟ چرا درباره زکات گفتن زکات جمال عفافه، زکات شهامت و شجاعت و بازوان توان جهاد فی سبیل الله؟ این را حضرت فرمود دیگه. خب اگه یک نعمتی کسی خدا بودا، زکاتش باید بده دیگه. حضرت فرمود وقتی نعمت خدا به شما داد ببینید چه راه رو میدید به دنبالی فرون کار. اون کار واجب کفایی است، من به کفایم هست. اگر شما میتونید جای شیخ طوسی بشینی چرا نشینی؟ میگم اگر
شیخ اگر مرحوم سید مرتضی نبود چه بلاهایی به سر ما آورده بودن. همین سید مرتضی وقتی همین قاضی عبدالجبار این کتاب نوشت، چون قبل از او بود مقدم بود، او پیشه اهل سنت خیلی محترمه، او یه آدم فهلی بود، یه آدم بیمایه نبود، او تنها متکلم نبود. خب شما میرید بعد هزار سال در تفسیر المنار همون حرف فتوکپی شده. ایشون همین قاضی عبدالجبار که همین کتاب را زیر گوش ما تو همین ایران تو رام هرمز نوشت و تألیف کرد و تدریس کرد، اونجا دارد که بعضی از شیوخ ما میگن وجود مبارک استعمیر در صحن مباهله نبود. خب چی بگی؟ قدرت که دست این هاست، هزار سال قبل هم که نوشته، الان هم که حرف اون هاست، المنار هم که نمی کنه همین حرف میزند. این 20 جلد است، این المغنی. ایشون در جلد 22 دلیل قرآنی که ذکر میکند میگد ربما تعلق و یعنی شیعه با آیات المباهله و انها لما نظرت جمع وجود مبارک پیغمبر علیه الله و سنا علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیه السلام و ان ذالک یدل علی انه الافضل، وجود مبارک از دمیر افضل است، و ذالک یقتضی انه بالامامت احق و لابد من ان یکون المراد بقوله و انفسنا و انفسکم این است. چرا؟ برای اینکه ولا یجوز ان تجعله من نفسی الا بیتله فی الفضل. خب کسی منزل جان پیغمبر است با جای پیغمبر بشیند، پس او خلیفه است. ایشون میگه اولا خلیفه لازم نیست افضل باشد، همینی که ابن ابی داد الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، همین. میگه کی گفته افضل باید خلیفه باشد؟ کی گفته اون که اعلم است باید خلیفه باشد؟ کی گفته ای رو؟ این قدرت دست اینه، پول دست اینه، حکومت دست اینه، حرف دست اینه. میگه کی گفته اعلم باید مرجع باشد؟ الان بعد هزار سال ببینید الان را همین حرف میزند. شما این صفحه جلد 20 المغنی رو با همین صفحه کتاب المنار بعد هزار سال تطبیق کنید، میبینید همون حرفه. کی گفته افضل باید که اعلم باشه مرجع باشه؟ کی گفته افضل باید خلیفه باشه؟ این کی گفته کی گفته؟ بعد به جای رسیده که ابن عبدالهدی در آغاز این کتاب گفت الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، معاذ الله، خدا این کار کرده. این حرف اول. و هذا مثل اول فی انه کلام فی التفضیل و نحن نبین و ان الامامت قد تکون فی من لیس با افضل. کی گفته امام باید افضل الناس باشد؟ این یک. دوم، و فی شیوخنا من ذکر ان اصحاب الآثار ان علی علیه السلام لم یکن فی المباهله، پس صغرا و کبرا هر دو ممنوعه. نه افضل مقدم است نه علی در صحنه بود. این کتاب میخواد، بحث میخواد، پایان نامه میخواد، یه فریاد میخواد. علی نبود، کی بود پس؟ انفسنا کی؟ دوست دشمن همه گفته هست امیر بود دیگه. چون روز روشن داره یه رو منکر میشه. و این علمای اهل سنت الان ما اگه مرحوم کلینی حرف بزند خب باور بکنم دیگر، برای اینکه او تقریبا جز اقدمین ماست، ثقه است، عالم است، همه چیزش درسته دیگه، بعد میپسید. این برای اونم کلینی است. کلینی مرحوم چه کار کرد؟ روحش با انبیا و اولیا محشور باشد. سید رضی آمده این کتاب نقض کرد، از بس قدرت روحی داشت، قدرت علمی داشت، اطمینان داشت، فریاد زد گفت آیون شما را به خدا قسم، من نمیگم حرف من قبول کنید، بی طرفی کنید، بدون تعصب به حرف ما را ببینید، با حرف او را ببینید. قسم داد خواننده شد. شافی نوشت در پایانش قسم داد شما را به خدا قسم حرف منو قبول نکنید، ببینید حرف من حق یا حرف قاضی عبدالجبار. این سید مرتضی است. اون روز تقریب بین مذاهب را با این را شروع کرد. خود شافی نوشت که بعدها مرحوم شیخ طوسی این شافی را تلخیص کرد. خود شافی مرجع اصلی است و در دسترس هم است. شافی نوشت. بعد شاگردان قاضی عبدالجبار آمدن حرفهای
مرحوم سید مرتضی رد کردن. بعد شاگردان سید مرتضی آمدن حرف این راد را رد کردن. این چهارمی اولی که قاضی عبدالجباره، دومی که سید مرتضی رد کرده، سومی یکی از شاگردان قاضی عبدالجبار است که حرفای سید مرتضی رد کرده، چهارمی شاگرد سید مرتضی است که رد کرده، اون که شاگرد سید مرتضی است به نام سالار دیلمی که از فقهای نامی ماست دیگر، ظاهرا سالار دیلمی است، چون اون چه که لقب رایج در گیلان بود سالار بود نه سالار. بالاخره سالار دیلمی از فقها و از بزرگان و فقهای ماست. این جد شاگردان سید مرتضی است. این آمده اون رو نقض کرده. این مجموعه الان تو کتابخانه داره خاک میخوره و ما هم نمیدونیم که روز مباهله یعنی چه. یک کلمه مباهله فقط در همین آیه نازل شد. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو. این فرمود نه تنها علی نفس اوست، ببینید آیه در باره زهرا سلام الله علیها چه میگوید، در باره حسن سلام الله علیه چه میگوید، در باره حسین سلام الله علیه چه میگوید. ببینید خدا با این تعبیر که سما نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، یا ما کاذبیم یا شما. تحلیل مرحوم علامه اینه که کاذب به کی میگن و تماشاچی نمیگن. تماشاچی نه صادق است نه کاذب، همراه نه صادق است نه کاذب، اینا نقیزه هم نیستن تا رفع بشن. کسی که اینجا نشسته نه صادق است نه کاذب چون حرفی ندارد که، کسی که همراه ماست نه صادق است نه کاذب چون حرفی ندارد که. صادق بودن و کاذب بودن فرع بر ادعاست، فرع بر سخن گفتن است، فرع بر گزارش است. اون که حرف میزند یا صادق است یا کاذب. حسن حرف میزند، حسین حرف میزند، این صادق است، نه اینکه من حرف میزنم اینا تماشاچی هم. این استدلال علب است. این کاذبین جمع یا نه؟ به کی میگن کاذب؟ به تماشاچی؟ به همراه؟ اون که ساکت است، اونی که شنونده است، اون که شنونده است نه صادق است نه کاذب، اون که حرفی نمیزند. اینی که حرف میزند یا صادق است یا کاذب. فرمود یا شما دروغ میگید یا ما حرف داریم. حسن من حرف دارد، حسین من حرف دارد. این میشه که امامت از همون درون اینها در دوران کودکی نبید. همون من حرف دارم، علی حرف دارد، زهرا حرف دارد، حسن حرف دارد، حسین حرف دارد، علیه مفضل و تعالی باطل مستد. این تحلیل سیدن استاده. این دعای نورانی مباهره رو اگه تا الان خوندید که خوندید، وگرنه بعد از ظهر بخونید. این دعا شبیه دعای سحر اللهم اسألک این بهایی که به ابها تا آخر یه مقدار اضافه دارد. یک فضیلتی دعای مباهله دارد که دعای سحر ندارد. این یه ترجیبند دلپذیری دارد که دعای سحر اون ترجیبند ندارد. شما در سوره مبارک الرحمه یه ترجیبند میبینید دیگر، فبعیالا ربکم اتخذ و فبعیالا. ترجیبند دعای مباهله اینه که با خدا گفتگو میکند، خدایا تو گفتی بخواد، منم خوندم، تو اجابت کن. این ترجیبند، این با رحمت خدا دست به یقه شدنه. خدایا تو گفتی بخوان، من خوندم، پس اجابت بکن. چقدر این دعای مباهله شیرینه. شیرینی این دعای مباهله به مراتب بالاتر شیرینی دعای سحره که انشاءالله امیدواریم این رو بخوانید و ما را فراموش نکنید. الحمدلله.